با سلام خوشحالم که ما سومین جلسه از بحث هایی که تیتر کلیش ایران فراسوی گریز از تاریخ است رو امروز با بحثی در باره نگریش ارانی به مسئله زبان و مسئله ملت یا میهن یا رابطه شهروندان با ملت رو انجام میدیم در مقدمه بحث من مقدار زیادی صحبت کردم درباره این پدیده ای که برخی بهش رزنتمان تاریخی میگن یا ما در اینجا میگیم گریز از تاریخ که عمدتا بدون در نظر گرفتن تاریخ کشور ما ایران برخی از متفکرین قصد دارن نوعی هویت سازی بکنن برای این کشور بر اساس یک سری خواسته ها و شاید هم آمال و آرزوهایی که دارن من سعی کردم تا اونجایی که ممکنه به پیامدهای مخرب این مسئله اشاره کنم که عبارت هست از یک همطوری که از اسم تیتر این مسئله پیداست یک رزنت مان یعنی یک در واقع بیان یک نوع درد و یا تحقیر ملیه که از طریق عمدتا متاسفانه خشونت زبانی کینورزی روشن فکری این نوشته هایی که حالا در این بحث ما بشون نگرشی که پر از رزنمان تاریخی هست دیده میشه چرا که بایستی دنیا رو به شر مطلق و خیر مطلق تقسیم کنم پیشنهاد خود من این بودش که میشه تاریخ رو تا اون جایی که ممکنه آدم ببینه بدون اینکه از پستی بلندی های تاریخ احساس درد و تحقیر بکنه خیلی هم, هم با نگرانه و هم خیرخواهانه به جای تولید ادبیات خشونت آمیز و خشن ما بهتری به دنبال در واقع در جستجوی امر خیر امر نیک باشیم در تاریخ و اون هم منظورم مصنوعی نیست بلکه ببینیم هر جایی که نوری وجود داره هر کسی که حرفی زده که از نظر تاریخی که امروز ممکنه کمکی باشه اونها رو ببینیم اونها رو با دوستان و با هموطنان به شراکت بذاریم و در اون رابطه ها صحبت کنیم در این رابطه من گفتم که چهار بحث خواهیم داشت در چهار جلسه چهار متفکر ایرانی رو که از نظر تاریخی هم متعلق به زمان های مختلف هستن ما بحث میکنیم و ببینیم که هرچند که این متفکرین همه متعلق به تاریخ و دوران مکان و زمانی هستن که میزیستن اینها چه کمکی میتونن بکنن به ما امروز که ما بتونیم بهتر راجب به خودمون و کشورمون صحبت کنیم ما بحث راجب به امام محمد غزالی داشتیم بحث پیشین راجب رساله یک کلمه مشیر و دوله بود بحث امروز راجب تقیه ارانی و بحث آخر و بحث پایانی بحث چهارم بحثی هست راجب سید حسن تقیزاده و مسئله آزادی حقیقت قضیه اینه که من یک کتاب راجب این موضوعی که امروز میخوام صحبت کنم نوشتم به زبان انگلیسی این کتاب حدود یک ساله که به زبان فارسی هم توسط یکی از بهترین مترجمهای ایران ترجمه شده اتفاقا اجازه چاپ هم گرفت ولی در آخرین لحظه اجازه چاپی که صادر شده بود دوباره پس گرفته شده در نتیجه فعلا این کتاب زبان انگلیسی در دست رس دسترسی کسانی هست که علاقه هست ولی در این بحث من قصد ندارم یه شکلی خود خلاصی اون کتاب رو بگم من یادداشت اینجا نوشتم اینه که حقیقتا من میخوام به بهانه بحث تغییر ارانی و اون کتاب و البته تای تاثیر بحث بحث مهم تغییر ارانی یه مقدار راجب در واقع ایران امروز صحبت کنم و بگم که بحث هایی که روشن فکران ایران بین دو جنگ اول و دوم کردن از جمله ارانی که به نظر من دل مشغوله فکری خیلی مشابه با امروز ایران داشتن چون اون زمان هم یک دوران بحران آمیز بس ما بود اولا اینکه چه کمکی میتونه امروز به ما بکنه و دو در ادامه بحث های قبلی حقیقتا درخواست کنم یعنی خواهش کنم از متفکران اندیشمندان دوستان ایرانی که خودشون رو تنها حس نکنن ما همش فکر نکنیم که هیچ دست آوردی اندیشمندان ایران نداشتن ما امروز یک دشواری داریم مثلا این که ما یک حکومتی داریم که به یه شکلی عبا داره از اینکه این حکومت خودش رو یک حکومت کشور ایران به این شکل خودش رو تعریف کنه حالا البته اخیرا که دچار مشکل شده بعضا این کارو میکنن ولی به این حکومتی هستش که بعد از انقلاب به نفع به نحوه که حقیقتا انسان تعجب انگیز هست اسم مجلس که عبارت از مجلس شورای ملی ایران بود هم ملی هم ایرانش رو برداشت و ما الان یک اسم اسلام به اون گذاشته شده که میدونید که حدود چهل کشور مسلمان وجود داره و ما همه میدونیم که این مجلس رو مردم یک کشور که ایران هستن انتخاب میکنن حالا اگه بگیم که انتخابات همه چیز درسته از یک سو ما این مشکل رو داریم و از سوی دیگه گرایش هویت سازی افراد در هر دو طرف در اصرار بر اینکه ایران و ایرانی یک پدیده است هیچ کسی نبایستی از اون تخطی کنه رو داریم و حقیقتا اگه حقیقت رو ما بخوایم خارج از حکومت خود جامعه ما هم بر اساس در رابطه با اینکه ایران و ایرانی چیه به جای اینکه وارد گفتگو باشه و ما با هم وارد گفتگو باشیم خیلی قطبی شده ما قطبی این, این کار رو کردیم و این هم فقط یک بحث روشن فکری نیست در عرصه سیاست داخلی به خصوص در عرصه سیاست خارجی شما این رو این،, این رو میبینید و به نظر من خیلی هم بعضا خطرناک من باسه این که دیگه ب... نمیخوام هیچ چیزی راجع به تاریخ ارانی نگم سال شمار زندگی ارانی رو میگم ولی خیلی زود میخوام وارد دو بحث مهمه که آقای ارانی میکنه بشن ارانی در سال 1902 یعنی چهار سال قبل از اینکه مظفر شاه قانون اساسی مشروطه رو امضا کنه در تبریز به دنیا اومد یعنی زمانی که قانون اساسی مشروطه امضا شد ارانی چهار سالش بود ارانی در زمان جنگ بین اول که ایران دچار خیلی آشوب شده بود 1914 ارانی در, در, دبیرستان بود از تبریز به تهران رفت دبیرستان رو در تهران تموم کرد و بعد به دانشکده پزشکی که مدرسه تبش گفته می شد در تهران رفت ولی خیلی محیط دانشکده پزشکی ایشون رو نگرفت آقای ارانی در سال 1922 یعنی زمانی که 19 یا 20 سالش که بود مدرسه تب رو در ایران رها کرد و رفت برلند البته زندگی ایشون حتی قبل از اینکه بره برلند داستانهایی داره و در برلند هم به خصوص در برلند داستان بسیار مفصل و جالب هست ولی برای متاسفانه فرصت وارد شدن به همه اون زوایا نیست من به طور خلاصه چند نکته رو راجع به برلند که مربوط به بحث ماست خواهم گفت در ادامه سال شمار زندگی آقای ارانی این هستش که ارانی گفتم 19 شاید 20 سالش بود که به برلین رفت در اون زمان یک عده از فرهیختگان سیاستمداران سیاست مداران روشن ایران دورور آقای تقیزاده در برلین جمع بودند سه نشریه که نسبتا الان ما فکر میکنیم مهم هست در برلن چاپ میشد یکیش که احتمالا همه میدونن نشریه کاوه بود به اصطلاح ابتدا حقیقتا به یه شکلی در خدمت سیاست خارجی آلمان بود البته به سردبیری تقیی داده سری دوم که که کاوه بیرون اومد عمدتا مستقل تر بود به هر حال یکی کاوه بود یکی نشریه ی ایران شهر بود که کازمزاده ایران شهر بیرون میداد و یکی هم یک نشریه دیگه بود به اسم فرنگستان این سه نشریه به هر حال همه نشریات روشنفکران یا متفکران تجددگرای ایران بودن ارانی بعد از دو سال فقط دو سال که میگذره که در برلن هست شروع همکاری میکنه هم با مجله فرنگستان و هم با مجله ایران شهر اولین مقالش رو ایشون آقای ارانی به اسم زبان پارسی در ایران شهر چاپ میکنه یه نکته ای رو که من در این رابطه باید بگم چون وقت نیست نمیتونم خیلی مفصل بگم اینه که ارانی عمدتا در هفت یا هشت سالی که در بلند بوده کار تحصیلیش به طور عمده کار علمی بوده یعنی ایشون در دانشگاه برلن رفت و دکترای شیمی گرفت و در این هشت سال عمدتا در کار بسیار علم به معنای علم تجربی کار کرد ولی در کنار اون حالا در کنارم نه اینکه خیلی کار کوچیکی بود ایشون خیلی در با همین متفکران ایرانی و آلمانی در تماس بود در و عمده کارش هم در زمین زمینه زبان فارسی و ادبیات فارسی بود مثلا ایشون با متفکر و وزیر خارجه سابق آلمان فردریک روزن همکاری کردند و ایشون کمک کرد روزن رو که یک ویرایش جدید کتاب خیامش خود تقیه ارانی یک ویرایش جدیدی از کارهای سعدی بیرون داد و کارهای شبیه این و البته روزن هم کمکش کرد و ایشون در دانشگاه برلند مدرس زبان و ادبیات فارسی هم در, مدرسه آسان شرقی اونجا بود ارانی در سال 1929 دکترای شیمی گرفت و برگشت تهران چهار سال بعد از اینکه تهران بود با کمک ایرج اسکندری و بزرگ علوی مجله دنیا رو بیرون دادن که دوازده شماره دنیا بیرون اومد دو سال بعد از اینکه دیگه امکان چاپ دنیا نبود ارانی و یک سری از همکاران و نزدیکانشون رو دولت دستگیر کرد که ما امروز اینها رو به عنوان گروه پنج نفر میشناسیم متاسفانه ارانی دو سال بعد از اینکه زندان بود یا سه سال بعد از اینکه زندان بود در سال 1940 تیفوس گرفت و در زندان فوت شد البته بعدا یک محاکمه هم گذاشته شد و بعد از اینکه رضاشاه از ایران رفت و دادگاه اینگونه تصمیم گرفت که که در واقع به علت عدم مراقبت از ایشون در زندان به یه شکلی گذاشته شد که ایشون در سن 36 یا 37 سالگی یک یه،, یه مقدار راجب سال تولد ارانی بحث هست ولی یا 36 سالش بود یا زمانی که 37 سالش بود ایشون فوج یه ذره خیلی خیلی مختصر من راجبه فعالیت های ایرانی ها بین دو جنگ در برلن بگم خلاصه قضیه اینه که این, این گروهی است که امروز برخی به اسم حلقه برلن میشناسنشون حقیقت قضیه اینه که به خاطر جنگ بمرد اول ایران اشغال شد ایران از هم از طرف انگلیس هم از طرف روسیه هم از طرف طرف عثمانی که در همین جنگ هم متلاشی شد آلمان هم دخیل بود امریکا هم داخل بود ولی به هر حال به یه شکلی میشه حتی مجلس که بسته شد دولت هم به این شکلی تقریبا از ایران رو تر کردن اوضاع ایران خیلی خیلی بحرانی بود و برخی سیاستمداران و متفکرین ایرانی که در سیاست هم نقش داشتن مثل آقای زاده از کشور خارج شدن ولی خب هر کس هم میخواست یه کاری کنه برای کشورش از جمله خود آقای تغیزاده که آلمانی ها با ایشون تماس گرفتن و آلمانی ها گفتن که چون آلمان با انگلیس در تضاد بود و انگلیس در ایران مثل نفوذ اصلی رو داشت امکانات زیادی در اختیار آقای تغیزاده رو گرفته شد و تغیزاده هم یک سری آدم های نامداری که اون زمان در عمدتا در اروپا بودن مثل همین کازمزاده ایران شهر محمد قزوینی که فکر میکنم پاریس بود ابراهیم پور داوود مرتزا راوندی داستان نویس معروف محمد علی جمالزاده محمود قنیزاده میزا محمد تربیت و یه همچین گروهی اینها از هر جایی که بودن تغییزاده اووردشون و اینها در سال 1295 کمیته ملی ایران یا ایرانی رو بنا گذاشتن و استرا فعالیت واسه از نظر خودشون میگفتن واسه نجات ایران فعالیت میکنه و این خیلی خیلی جالبه که مثلا شما آمار رو که نگاه میکنید کل جمعیت ایرانی های ب... در برلند در این سال ها مثلا یه چیزی حدود 90 نفره ولی این گروه یک چاپخونه خیلی مهم میدارن به اسم چاپخانه کاویانی و این سه هم بیرون میدن این سه به ایران هم میره حتی آدمای مهم در ایران هم با اینها ام... کار میکنن نکته دومی رو که میخواستم اینجا مطرح کنم و بگم که چرا این بحرانی که بوده بحران خیلی خیلی بزرگی بوده عظیمی بوده خب میدونیم که ایران اشغال نظامی توسط به هر حال سه عبر قدرت اون زمان شده روسیه و عثمانی و انگلیس جنگ بلونولر هست قحطی خیلی بزرگی هم در ایران هست که میلیون ها نفر کشته میشن بیماری های باگیر اون هم خیلی مسئله عظیمی بوده در این حالی که همه اینها داره انجام میشه یک سری یک گروه نسبتا مهمی لاغل در اون زمان از ترک های ناسیونالیست عثمانی هم که به هر حال متوجه شده بودن امپراتوری عثمانی به اون شکل نمیتونه ادامه پیدا کنه خب ما میدونیم که یه عده ترک های جوان بودن که بعدا که ما عمدتا با کمال آتا ترک میشناسیم و بعدا اینا جمهوری ترکیه رو به وجود آوردن ولی یه گروه دیگه هم بودن که به نام ترک های نیو آتمنز تر... ترک های عثمانی جدید همچین اسمی میتونید داشته باشن اینها اتفاقاً متجدد و یه شکلی هم اروپا نگر بودن ولی اینها نمیخواستن مثل اتا ترک یا ترک های جوان یک جمهوری ترکی درست کنن میخواستن یک امپراتوری از ترک ها درست بکنن که مثلا یا هم امپراتوری باشه ولی مثل مثلا کشورهای مدرن اروپا و اینها به خصوص در ایران فعالیت زیادی داشتن هم نیروی نظامی داشتن چیزای تبلیغاتی داشتن از طریق مجله و روزنامه و غیره یک کمپین بزرگی رو انداخته بودن که اون جایی که بهش گفته میگه میشه ایران در واقع ایران نیست و ایران یک اسم جعلیه و اینا فعالیت میکردن و فکر میکردن تمام یعنی اینطوری میگفتن که مهمترین دست آورد این کشوری که الان بهش گفته میشه ایران دست آورد ترک هاست و اینها به طور جدی در فکر این بودن که نه فقط اون چیزی که ما الان بهش میگیم آذربایجان بلکه از مرز اون زمان عثمانی و ایران تا حدود قزوین و غیره و همه رو میخواستن در این امپراتوری جدید بیارن و یک آقایی که ایشون هم ارتشی بود هم متفکر بود هم آدم مرموزی هم بود و سالها هم در ایران صرف کرده بود مثلا ایشون در سال 1923 در همین زمان میشه گفت دو سال دو سال و نیم بیشتر نیست که ارانی در برلنه ایشون در کلوب خیلی مهم استانبول که کلوب, الیت عثمانی ترکاست یک سخنرانی خیلی تند و عجیب تحقیرآمیز راجع به ایران و ایرانی میکنه به هر حال این بحث رو مطرح میکنه که یک ملت مظلوم ترک وجود داره در ایران که یک سری آدم مستبد خونخوار دزد خشن دارن به اینها ستم میکنن و باید رفت و اینها رو نجات داد این سخنرانی خیلی همه رو نگران میکنه هم در ایران ولی حالا چون که ما در به ایرانی های برلن میگیم به قدری این سخنرانی تأثیر گذار بوده این هم دقت کنید توی پرانتز بگم که خیلی از همین روشن که تو برلن بودن از ایران که بیرون اومدن مثلا خود تغییزادی ابتدا استانبول رفتن استانبول یه جای خیلی آشنایی بود و معمولا هم خیلی محیط دوستانه ای واسه این متفکران ایرانی بود الان که این ناسیونالیزمی که به وجود اومده به این شیخ خشنه مثلا جالبه من من فرصت نمیشه همه بحث این سخنرانی روشنی بیک رو من اینجا بگم ولی شروع بحث روشنی بیک با اینه که میگه که ما همیشه میشنویم که میگن یک چیزی به اسم مدنیت فارس موجود است اینم بگم اون زمان مدنیت منظورشون تمدن بوده بعد میگه که اصلا این یه ساخت جالیه هیچ چیزی به اسم مدنیت فارس وجود نداره این همون تمدن ترک و میگه که ایرانی ها اصلا امکانات فرهنگی ندارن که بتونن تمدن بسازن من واسه بس اینکه که بتون بگم که چقدر این مسئله این روشن فکران رو نگران کرده یه پاراگراف هست اینو میخونم از, از, از روی معدن که دیگه من خیلی تفسیر نکردمش ایشون داره میگه که مردای فارس حالا ما میگیم ایرانی منظور ایرانیه با زنها و دخترها چطوری رفتار میکنه میگه دخترها در سه سالگی توی چادر چاخشور میروند و در هشت سالگی با مردهای چهل ساله زناشویی میکنند و پیش از زن زن شدن از چند شوهر طلاق میگیرند و بالاخره در 25 سالگی تریاک میخورن و هلاک میشوند حالا این این راجب زنان بیشتر از این میگه دیگه من بیشتر ازشون نمیگم ولی بقیه هم که میخونم راجب تهران و تهرانی است میگه در تهران دویس هزار نفر نفوس است و بنا به رپورت دکترهای خارجی و اتباع مریضخانه های بدلیه و لدیه در تهران تنها تا سی هزار نفر مبتلای به سفریس هستند و نصف سکنه شهر شهر تهران گرفتار امراض مصریه و امراض ناشی از فحشا می باشند و فارس بسیار دروغگو و دوست هستند دقت میکنید پدر از فرزند فرزند از پدر و زن از شوهر می دوزن. و حتی آن آمریکایی که برای اصلاح فکر کنم رفرنسش به شوستر که برای اصلاح مالیه به ایران آورده بودند پس،, پس،, از دعوت به امریکا به یک روزنامه نویس نیز چنین گفت مملکتی که ده میلیون دوز دارد چگونه میتواند اصلاح شود نمیخوام بیشتر از ایش، نوشته ایشون بخونم ولی مثلا در آخر این سخنرانی میگه بزرگترین تجارت ایرانی ها یا فارس ها فروختن مملکت یا میهنشونه میگه اصلا ایرانی با یک چیزی به اسم میهن پرستی آشنا نیست و باسه یک قرون حاضر تمام مملکت رو بفروشه میگه وطن فروشی بزرگترین تجارت در ایرانه حالا دقت میکنید این یه پاراگراف بود این سخنرانی خیلی مفصل چرا این مهمه؟ این مهمه واسه اینکه ما یک سری روشنفکر داریم همین خود آقای تقیزازه آقای شفق کازمزاده ایران شهر و, و جوانی مثل جوان 22 ساله 23 ساله مثل ارانی که میبینه کشورش از یک طرف اشغال شده توسط مورد حمله است و یک یه, یه ای در کشور همسایه هم اصلا میگن مدنیت ایرانی وجود نداره اسم اصلا این, این کشور به عنوان ایران جهلی اینا هم یه همچین مردمی هستن اولا به نظر میاد واسه اولین بار، این،, این البته تفسیر منه، این متفکر ایرانی به نظر میاد تا حالا با این مواجه نشدن که یکی کسی بگن که ایران یه پدیده جهالیه، اینا همیشه فکر میکردن ایران یک چیز افتخار آمی مصعدی و سعدی و, خافظ و فلان و این صحبت هایی که میشه، کروش و فلان اینا داریم، ولی یه،, یه،, کی اومده و خیلی دقیق مثلا این داره میگه امریکایی اینو گفته اصلا ایرانیا مثلا خیلی میگه که تمام چیزایی که زیبایی طبیعی و غیر طبیعی ایران رو ترکا ساختن نه ایرانی ها, این ها با یه, یه همچین چلنج مواجه میشن که شروع کنن و بگن که ایران اصلا چیه در نتیجه در همین این سه جورنال به خصوص در ایران شهر و فرنگستان مقدار زیادی شما مطلب می نویسید ایران حالا من باید بگم که متاسفانه اکثر این مطالب هم نمیخوام بگم شدیدتر از روشنی بیک ولی به همین شکل شو روشنی بیک به ترکا به عنوان وحشی و مثلا فرزندان و مغول و اینها بی, بی, تمدن در این رابطه صحبت میشه و ایران رو میخوام بزرگ کنم از جمله اولین مقاله ای که تقیه ارانی می نویسه که در این سا در این زمانی که این مقاله میرسه تقی ارانی 23 سالشه همون سالی هم هست که روشنی بک این سخنانی رو میکنه یه کار جالبی میکنه ارانی و اون اینه که کار جالب نه فقط در این رابطه است اصلا در تمام عمرش ارانی از نظر استراتژیک فکر میکنه که دو تا فکر, داره این, این مهمه چون این... این بحث موضوع امروز هم هست ارانی فکر میکنه آینده ایران حالا این زمان که خیلی آدم ناسنالیستی خطر ترکا رو می‌بینه تو میدونه که خودش هم ترکه خودش ایشون حالا نه تنها خودش ترکه اکثر قریب به اتفاق اینا که برلن هستن آذری هست مثلا کاظم زاده ایران شهر متولد تبریزه سید حسن تقی زاده متولد ارانی خودش متولد تبریزه حالا من اسم بعضی رو ممکنه خاطرم نباشه آقای تربیت متولد تبریزه اینا این هم نکته جالبیه ولی برگردم به ارانی ارانی عمدتا فکر میکنه که نگرشی که ما به آینده ایران داریم این رو نوع برخورد ما با زبان فارسی مشخص میکنه حالا در این دوره ای که ارانی خیلی ناسیونالیست افراطیه ایشون فکر میکنه اصلا وحدت ایران هویت ایران و زبان فارسی یکی در این رابطه هم خوب یک سر حرفای خیلی افراطی میزن در این مقاله ای که این مقاله در, در ایران شهر. ابتدا چاپ میشه ولی دو سه مقاله هم در همین رابطه در فرهنگستان داره یک مقدار از حرفاش در رابطه با این هست که زبان فارسی زبان آریایی و این حرفایی که همه شنیدن هست ولی مقدار زیادیش هم توصیه های داره رجوع این که زبان ترکی رو چی داری؟ از بین ببریم مثلا من یه خطی هست ازش میخونم ایشون این مقاله زبان فارسیش آخرش میگه باید افراد خیراندیش ایرانی فداکاری نموده و برای از بین بردن زبان ترکی و رایج کردن زبان فارسی در آذربایجان بکوبند یعنی ایشون و دقت کنید در سال 1923 این توصیه که زبان ترکی در آذربایجان نابود بشه یعنی زبان 90 خورده درصد آدماست اینو دقت کنید کارهای دیگه هم ارانی میکنه از جمله اینکه در در همین مجله ایران شهر یک نوع مسابقه هویتی را میندازه ارانی و از مثلا خوانندگان میگه که چهار تا ادیب مهم ایران و چهار تا رهبر سیاسی مهم ایران رو نام ببرید بعد آدم های مختلف برقی معروف بعد غیر معروف این کار رو میگن من فقط میخوام بگم خود ارانی چی میگه ارانی میگه چهار یا پنج تا متفکر مهم زرتشت، فارابی، ابن سینا، خیام و فردوسی تعجبی نداره ولی میخوام بگم که چیز چی بوده و راجب رهبران سیاسی هم میگه کوروش، و بزرگ، اردشیر بابکان و انامشیروان عادل تقریبا همه این متفکرینی که در برلند بودن در این مجلات در پاسخ روشنی بیک حرفای شبیه این میذارن حالا هر کس به دلیلی که من این نکته رو اینجا مطرح کردم اینه که ایران باز بازی سری ارتباط داره با این رزنمان تاریخی و گریزه از تاریخ امیدوارم از من ایراد گرفته نشه که من خیلی همدلانه دارم صحبت میکنم ولی من دوباره تکرار میکنم که کشور اشغال شده دولتش اصلا از <تص> از تهران فرار کرده رفته برخیشون رفتن اصفهان برخیشون رفتن کرمون شما از از کشور خارج شدن این آقای سرهنگ روشنی بیگ نیروی زیرزمینی فرستاده ایران میخوان بگن نصر ایران اصلا, اصلا ایرانی ایرانی وجود نداره یک چهار پنج سالی ایرانیایی که در برلند بودن در پاسخ به این قضایا خیلی افراد میرن تو این ناسیونالیسم بشه این که این مسئله اینکه که ایرانی ها آریایی هستن مثل اروپایی ها هستن از این حرفا رو ما میبینیم در مورد ایرانی که سه سال فقط بعد از سه سال ارانی خب ارانی با آدمای مهمی در آلمان روبرو میشه این خطر این قضیه ها هم رفت میشه حتی این هم بد نیست بگم که آتا ترک اتفاقا روشنی بیکو دستگیر میکنه زندانش میکنه بعدا به یه شکلی مسائل ایران همطور میمونه ولی خطر به خیر میگذاریم ارانی که سوسیالیست میشه به با مارکسیست های آلمانی رو برو میشه دقیقا کنید این زمان برلند اسلام به شکلی مرکز فرهنگی دنیا بوده ولی فقط رانی ارانی نیست مثلا کازمزاده ایران شهر هم همه این بحث رو رها میکنه اصلا کازمزاده ایران شهر که خیلی خیلی جالبه شاید یه روزی دیگه ما باید ایشون صحبت کنیم اون هم همه این چیزهای ناسون افراتی رو کنار میزه و یک اصلا جنبش جهانیه. هم جهانی همبستگی جهانی درست میکنه میره سوئیس جالب عکسهایی هست که آدم میبینه سال یه بار از تمام دنیا جمع میشن میان اون منطقه که کازم زاده ایران در سوئیس بوده من عکس یکی از این میتینگ ها میدیدم توی بیرون از یک جای مثلا مثل اتاق یا سالن هم هستن ده هزار نفر اومدن که حرفای ایشون رو گوش کنن و ایشون هم اصلا میگه که همبستگی جهانیه که مهمه ارانی اصلا یک متفکر خیلی ضد فاشیزم و از این چیزا میشه ولی متاسفانه ما هنوز حتی مثلا توی پنج شیست سال اخیر چندین کتاب توسط تاریختانه خوب ایران نوشته شده وقتی به برلن و مسئله نسل ایرانی میرسن فقط همین نوشته های مثلا این سه چهار سال اینا سه افراطی رو میارن مطرح میکنن حقیقت قضیه اونقدرم گفته نمیشه که اینها نقدیه که به روشنی به گفته شده ولی اصلا و ابدا مثلا در مورد ارانی این بس که ایشون تا 24 سالگی دیگه حد اکثر تا 25 سالگی همچین نقایی داشته و خیلی نظرات پیشرفته ای داشته به این زواد گفته نمیشه حتی من هفته پیش که در کنفرانس ایران پژوهش های ایران شناسی بودم یک کسی اونجا سخنرانی داد بر علیه این به ایرانی باز با نقل قول اووردن از این نوشته ها و بدون اینکه حقیقتا یک بحث تاریخی بخوان بکن برحال ارانی سوسیالیست میشه به مارکسیز گرایش پیدا میکنه برمیگرده ایران و همطوری که گفتم در ایران مجله دنیا رو منتشر میکنه مجله دنیا رو متاسفانه باز این هم یکی از این زوایای نمیدونم بگم تاریک زوایای خاکستری تاریخ ما شده یه دلیلش اینه که خب دنیا رو البته همجوری گفتم ارانی بانیان گذاشته بود البته با کمک یه دی دیگه از جمله اسکندری دلیل. و آقای علوی دو سال هم بیشتر بیرون نیومد دوازده شماره در دو سال بیرون اومد ولی دنیا بعدا که حزب توده به وجود اومد واسه یک پنجاه سالی به عنوان ارگان تئوریک حزب توده ایران به وجود اومد اکثر آدم ها ممکنه مجله دنیای حزب توده رو دیدن و فکر میکنن مثلا دنیای زمان ارانی همین چیز شبیه اونه که به هیچ وجه اینطور نیست حالا من وقتم ندارم بخوام خیلی راجب این مجله دنیا و اهمیتش که به نظر من بی نهایت اساسیه یعنی این مجله رو باعثی هر کسی که یه مقدار داره فکر میکنه راجب آینده ایران بره نگاه کنه خیلی خوب این یک مجله که در دوره میشه اون چیزی که بهش گفته میشه دوره اول حکومت رضا شاست بیرون میاد مجله علنی هست در شماره اولش علنی اینو می این یک خط یکم طولانیه ولی فقط من می که یه شما متوجه بشید مجله دنیا خودشو رو چطوری معرفی میکنه میگه بشر در مسیر تکامل تمدن به مرحله ای رسیده است که میخواهد جامعه خود را از روی اصول مادی و منطقی اداره کند مجله دنیا مظهر نفوذ قطعی و ضروری فکر به محیط فارسی زبانان است فکر مجله دنیا تفسیر و شرح مطالب علمی صنعتی اجتماعی و هنری از روی اصول مادی هست من تمام این, این دوازده شما رو خوندم خیلی کار عجیبی هم نیست ولی میخوام بگم که این نکته رو میخوام بگم که بیشترین مطالبی که تو دنیا هست در مجله دنیا هست دقیقا همونطور که خودشون میگم مثلا علمیه علمی هم که میگم ریاضیات صنعت حتی راجبه فیزیک و اینا یک مطالبی هست که مثلا نمیدونم یعنی چی فرمول داره یعنی میخوام بهتون بگم که هدف اصلی ایران این بوده که علم باید بیاد توی ایران برخلاف خیلی ها که ممکنه فکر کنم از دنیا مثلا راجبه مارکسیزم یا مثلا انقلاب این چیزا صحبت میکنه همینطوری که خودش میگه مطالب علمی صنعتی علمی و صنعتی بیشترین مطالب خود ارانی هم یه عالم از این مثلا برق الکترونیک کوانتوم فیزیک از اینجور صحبت میکنه خود ارانی بیشترین مطالبی که میسه به زبان فارسی باشه. حالا الان ارانی یک نکته رو کاملا متوجه و دقت کنید که ما الان در زمانی هستیم که فاشیزم این, این جنبش ملی گرایان افراتی در اروپا و در ایران هم هست ولی در اروپا خصوص رشد میگیره این طور به نظر میاد که ارانی فکر میکنه که واسه یه ساختن یک ایران سعادتمند دو چیز مهم یکی اینه که ایران یا هویت ایرانی حالا به زبان امروز ما بگیم این را به هویت و اینا صحبت نمیکنه به این شکل این دولت ملت با بازم به زبان اسلام امروز که ما میگیم که باید ساخته بشه بایستی کاملا کاملا را رابطه نزدیک و تنگاتنگی با دنیا داشته باشه اینو توی دنیا هم که میگم حقیقتا به این شکل البته ایشون عمدتا وقتی میگه دنیا منظورش دنیای پیشرفته علمی و تکنیکی و صنعتی و از این جهت خیلی در تمام بحثای ارانی هست که از یک طرفه و از طرف دیگه ارانی فکر میکنه به عنوان استراتیجیکلی اینطوری فکر میکنه که زبان فارسی میتونه تعادل اینکه ما با رفتن دنبال علم و صنعت و توسعه این باعث نشه که ما بریم و مثلا حل اصلا توی فرهنگ یه جایی مثل اروپا ولی پیوسته این راه مبادله فکری و فرهنگی و علمی رو داشته باشیم ایشون فکر میکنه این زبان فارسی و در نتیجه مطالب خیلی جالبی ارانی به زبان فارسی میگه که تقریبا بقیه صحبت من فکر کنم یه ایرو بیست دیگه سعی میکنم تموم کنم به اینه و این بحثیه که به یه شکلی همه اینو مقدمه شد که من بگم که چرا اینقدر این بحث مهم ما داریم راجب سالهای 1900 و 28 29 30, 31 صحبت میکنم این سالهای به یه شکلی اوائل رزاشاست هنوز حکومت رزاشا یه حکومت بسته ای نیست و روشن فکران متفکران و سیاست مداران ایرانی چه هایی که ور رزاشا هستن چه هایی که نیستن ولی در جامعه هستن همه خواهان همه حالا همه به معنای خیلی ها در فکر اندیشیدن راجب آینده ایران رابطه ایران با تجدد علم پیشرفت از این دور صحبت ها هستن این, این هم هست در این رابطه اتفاقا با همه هم به یه شکلی رجوع زبان فارسی بحث میکن میدونید که این بحث به به یه شکلی سامان دادن زبان فارسی سره خیلی مد بوده در نتیجه این رو هم دقت کنید که بحث ارانی در این چارچوب هم داره انجام میشه مقالات جالبی تو ارانی در دنیا می نوسته. من میخوام عمدتا به یه مقالش بیشتر به خاطر وقت نیست تکیه کنم و واقعا توصیه کنم این مقاله که اسمش هست تغییر زبان فارسی که در شما میتونید بگید سمبولیکلی زبان فارسی رو ایران بگیرید اینطوری که من فکر میکنم ارانی صحبت میکنه سه کار ارانی تو این مقاله و یه سری مقالات دیگه ای که در رابطه زبان فارسی می مینویسه میخواد انجام بده من اصلا از خود اول این مقاله میخونم احتمالا خلاصه هم خواهد شد میگه چند ده سال است که از تغییر زبان فارسی صحبت می شود و این نهزت امروز مخصوصا خیلی شدت و هدت پیدا کرد بعد میگه نهزت برای تغییر زبان فارسی امروز به دو دلیل متضاد دارن مطرح میشه و اینا رو میگه ما بعد بفهم یک میگه نهزت چوبونیستی میگه یه ایده ای که یه ایران خالص میخوان و عمدتا هم به ایران میگه باستانی پرست و میگه اینا میخوان زبان فارسی رو از هر کلمه عربی ترکی فلان خارجی را بیرون بیار و میگه دوم گروهی که نهزد ترجمه علوم ملل غربی به فارسی میگه یه ادهی هم هستن که در این اندیشه هستن که علوم علم دنیای غرب بیاد ایران به زبان فارسی و از این نظر خب پارسی خیلی لغات نداره نمیتونه چیکار باید بکنه و نکنه بعد ارانی یک بحث خیلی خیلی جالبه <تصفيق> <تصفيق> میگه که آینده ایران نمیتونه بر اساس این باشه که یه ادهی فکر کردن که در زمانی که همه مردم دنیا دارن به هم نزدیک میشن ما بیایم به خاطر اینکه با عرب ها بعد هستیم یا مثلا حتی با اسلام ممکنه بعد باشیم زبان فارسی رو توهی بکنیم از قنایی که داره مثلا کلمات عربی که همه ما از صبح تا شب به کار میبریم خیلی هم به این قضیه نقد میکنه من فرصت نیست بهش بگم و عمدتا و اینو رد میکنه کاملا این رو رد میکنه حرفای جالبی میزنه راجبه این که ما با کلمات لاتین مثلا چیکار کنیم حالا من قبل از که اون بپردازم یه تحلیل خوبی داره به نظر من در همین این مقاله تغییر زبان و فارسی خیلی متعادله واسه اون زمان میدونید که در اون زمان هم این ما الان در زمانی هستیم که ببخشید فردوسی مقدس شده شاهنامه مقدس شده ارانی خیلی مشکلی با این قضیه نداره ولی خیلی مشکل داره با کسانی که طرفداری از فردوسی و شاهنامه رو وسیلهی کردن واسه خالصازی از زبان فارسی و میگن هیچ لغتی که به خصوص عربی و ترکی باشه نباید توی زبان فارسی باشه یه صحبتی میکنه اینجا ارانی که رابطه زبان و سیاست میگه که میدونید که خیلی هم تاکید میکنه که من تمام تحلیلام تحلیلای مادیه ما زبان امروز میگیم علوم اجتماعی یا انسانی این در واقع کاریه که به نظر من نسبتا با توجه به زمان ارانی خوب انجام میده میگه ما باید دقت کنیم که بزرگان ما مثل فردوسی حافظ سعدی غیره و تمام درست که اینها هم دارن مال زبان خودشون هم. ما باید زمان رو میگه فردوسی زمانی که شاهنامه رو نوشت و دیگران چه قبل از فردوسی چه یک کمی بعد از فردوسی از, از آدم مختلف اسم میاره که رفتن زبان فارسی رو مهم کردن یه مقدار سعی کردن برخی کلمات به کار برده نشه میگه دو تا مسئله اونجا اتفاق افتاده یکی این بود که ایرانیا فکر میکردن که عرب ها اومدن بر اونا قالب شدن و حکومت میکنن و دارن سعی میکنن فرهنگشون رو هم از بین ببرن و میگه این به درست درست بود اون زمان که آدما حساس باشن به این قضیه و شاهنامه رو بزرگ کنن ولی میگه مثلا شما وقتی که دقت میکنید بعد از یه مدتی که ایرانیا کم کم اعتماد به نفسی پیدا میکنن حالا در برخی جاها عرب ها رو کنار میزنن بعد بعضی جاها به دلایل مختلف ما حکومت ایرانی داریم میگه در اون جاهای مثلا سفاریان غیر اینا وقتی که حکومت ها جا میفتن دیگه مردم دقدقه شون بیرون آوردن زبان عربی از فارسی و اینا نیست و شاهنامه هم دیگه اون نقش رو نداره در نتیجه میگه که رابطه ای هست بین زبان و سیاست و البته حالا این حرف منه هویت ولی میگه که اینو دقت کنیم که زبان با زندگی روزمره آدم ارتباط داره همونطوری که یه زمان شاید لازم بوده شاهنامه خیلی بزرگ شه زبان فارسی تا حدودی پاکیزه و اینها بشه یه زمان هم ممکنه برعکسش درست باشه و میگه هر دو اینا میتونن درست بشن من فکر کنم و حتی میگه که به جایی رسید که ایرانی اصلا میرفتن عربی یاد میگرفتن و خیلی هم غرور داشتن چون که دیگه زبان ما این بحث رو به غزالی هم کردیم آدما فکر میکردن تمدن اسلامی مرکزیت بغداد اون جایی که بقیه از نظر فلسفی از نظر الهیاتی دارن بحث میکنن اونا به عربی صحبت میکردن ولی خطری هم واسه زبان فارسی نمیدیدن و این خیلی کسی دنبال پاکیزه کردن زبان نبود من در واقع خود خل... نتیجه گیری این مقاله رو میخونم اون, اون نقل قول رو پیدا نکردم اگه پیدا کردم بهتون میگم بعد همه این بحث رو که میکنه در آخر میگه نتیجه گیری یه نوع تعادله و دقت کنه که این چیزی که الان داره میگه اینجاست که داره آینده ایران میگه میگه بنابراین با همه این بحث هایی که کرده موضع مجله دنیا رو در چند نکته میتوان بیان کرد یک لغات علمی و اصطلاحات علمی اروپایی وارد زبان فارسی خواهد شد از قبلش این بحث کرده که این تنها راه آینده ایرانه و و ما باید اینو بپذیریم هیچ حساسیتی در این نیست دو لغات عربی معمول و سهل در زبان فارسی باقی خواهند بود حتی ارانی میگه قن... بیرون آوردن این لغات قنای فارسی رو از بین میبره سه در این زمین هم زیاد صحبت میکرده من خیلی چیزی نگفتم ولی میگه لغات ناهنجار و غیر مستعمل عربی از زبان یک مشت کهنه پرست و همچنین لغات غیر ضروری فرنگی از زبان یک مشت فکولی از بین خواهد رفت و چهارم هم میگه که زبان فارسی زبان کامل نیست ما بایستی در صورت احتیاط به وضع لغات جدید بپردازیم حالا خیلی جالبه در مقالات مختلفی که ارانی می نویسه راجع به زبان فارسی هم اون چیزی که مثلا تو سالای چهل و پنجا می گفتن زدگی ولی با یک زبان خیلی با بصیرت تری می پردازه بشه من وقت نیست همه اینا رو بخونم ولی یه دو سه جمله از ازشون رو می خونم می گه ما در این حال از اصول فرنگ معابی و عرب نمایی پریز خواهیم کرد میگه تظاهر به این که آدمی میر جوونی میره اروپا و برمیگرده و میخواد خودش اروپایی جلوه بده یا اون آدمایی که همیشه میخوان به جای سلام با یه جمله عربی شروع کنن میگه از اون میپردازیم میگه چرا میخوایم این کار کنیم میگه اگر ما به ماندان لغات عربی ساده معمولی در زبان فارسی یه فعلی فتوا میدهیم مقصود این نیست که در زبان فارسی را به کلمات فرنگی کاملا باز میکنه مثلا میگه هر فکولی که یک کتاب لکتر فکر کنم لکچر منظور بشید، تمام کرد و یا هر بچه آخون که دو روز یک کتاب از معنگول و منقول زیر برق،, برق گرفت حق ندارد هر لغت غیر ضروری یا ناهنجار عربی یا فرنگی رو به کار بمند. یعنی دقت کنید میگه که ما باید حفظ کنیم این زبان فارسی رو هم درسته؟ من به بس آخری میخوام برسم ولی یه 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 جمله دیگه میخوام از از ارانی بخونم که نقد خودش ارانی در همین مجاری دنیا وقتی که داره نقد میکنه به به خصوص اونایی که رفتن فرنگ و یه مقداری یه چیزایی یاد گرفتن و بعد دیگه فکر میکنن که همه چیز رو میدونن در واقع نقد ناسنوز افراتی خودشه میگه نگارنده این سطور هم بر حسب تقاضای سن همطوری گفتم 23 سالش بود اون زمان در برلین و محدودیت معلومات بر محیط چنان که از مکالمات مجله ایران شهر و مجله فرنگستان برمی آید تابع این نهزت بودن نهزت باستان پرستی و خالص کردن زبان فارسی و با دوستان خود به فارسی ویژه مکاتبه می کردم که به یاد کار افکار جوانی خود نگه داشتم این, این. خودش از این زمینه خیلی خیلی نقد میکنه سخن پایانه در همین سه چهار مقاله مهمی که رجوع زبان فارسی می از نظر من چشم انداز ایران آینده رو هم به یه شکلی که به نظر من خیلی من شخصا فکر میکنم کنم واسه امروز ایران کمک کاره ترسیمش می من فقط با دو تا نقل قول از ارانی میخوایم این دو مطلب رو بیان کنیم از یه طرف میگه که ما بایستی یک ایرانی عمیقا جهان وطن باشیم میگه هیچ امیدی واسه ایران نیست مگر اینکه ما ما به عنوان ایرانی که حالا میگم یعنی چی بایستی جهان وطن باشیم دنیا رو ببینیم و ازش یاد بگیریم و بیاریم ایرون فکر میکنم این،, این،, نقل قول بد نیست میگه چون به تدریج زندگی علمی با زندگی عادی توام میشود دقت کنید تمام اینا توی مقالاتی که زبان فارسیه اسبابهای علمی جز لوازم و ضروریات خانه ها می شود و این لغات بین المللی و علمی هم به تدریج لغات بین المللی عادی می شود. در جای دیگه میگه که این تعصبار هم کنار بذارید ما وقتی به این جعبه میگیم تلویزیون شما هی فکر نکنید که ما داریم تقلید فرانسوی ها یا انگلیسی ها رو میکنیم حالا فکرم بقیه من بگم روشن میشه اینو دیگه زوز زندگی همه دنیا کسبه فرانسه و دهقان آلمان و ماهیگیر روس تمام اسباب اندازگیری درجه حرارت را تر، ترمومتر میگویم یعنی میگه دیگه خیالتون راحت باشه اونایی که خب میدونید این جنبش خیلی ارتجاعی عجیب غریبی که وجود داشت اتفاقا بر علیه خود همین ارانی و مجله دنیا ولی بر علیه دولت حتی و یه سری کارهای مثلا به کار بردن که طبی که میگفتن این دخالت در کار خداست نباید به کار اینا مبارزه بیشتری که این متفکرین و متجددین و کسایی مثل ارانی داشتن برای اینها بود و این داره میگه که و ولی خیلی مهمه که این انقدر بصیرت داره که داره با این زبان میگه که آقا این ما فقط نیستیم اینجوری فکر نکنید این کلمه یه که روسا و ژاپنیا و فرانسا و اینا همه دیگه اینا دارن میگن یه بحثی شد من بحث میکردم هفته پیش راجبه به یه کلمه که ایده سفر میکنن اینم یه نوع دیگه از اونه برال من فقط یه خط خوندم این جاییه که ارانه میگه که ایرانی باید عمیقا جهان وطن باشه از این نظر از این نظر نکته بعدیش که به من عاشق این <تصفح> نکته هستم که همیشه هم بهش میگم و اگر ارانی این رو نگفته بود هم خوب بود ولی خیلی حرف جدیدی نزده بود چون که در این دوره و در همین دوره ما هم آدمای زیادی هستن که میگن ما جهان وطن میخوام بشیم ولی کاری که میکنن اینه که مثلا میان امریکا سیتیزن میشن و مثلا یا میرن نمیدونم تظاهرات میذارن پرچم اسرائیل رو بلند میکنن فکر کنن این یعنی جهانی شدن به یه شکلی احساس کوچکی یا حقیر بودن میکنن که بگن ایرانی هم ارانی همچین آدمی نیست یه مقاله یه مقاله نسبتا کوتاه می نویسه در رابطه با در مجله دنیا که میخواد بگی مجله دنیا مسئله راجبه به راجب ایران چی فکر میکنه یه خط میگه میگه وطن پرستی مادی با شرایط معلوم در موارد مخصوص با خط مشی مجله دنیا موافقت کامل دارند این توی مقاله که راجبه فاشیزم و این چیزای افراطی داره صحبت و عبارت از این است که توده توده مردم که از زمین و آب و آفتاب و معدن یک سرزمین ضرورت حیات خود را تعمین می کنند و در آن سکنا دارند بدان زمین بدان سرزمین علاقه مادی دارند و باید از آن مراقبت کن دقت میکنید چی رو نمیگه میگه مجله دنیا نمیگه ما کوروش کبیری وجود داشته که یک زمان رفته نصف دنیا رو گرفته و ما میهن پرستیم میگه که ما میهن پرستی رو قبول داریم چون که این خاک و آب و حالا معدن اینشون داره خیلی هم علمیتر از منه به ما یه چیزایی داده و ما قلب و ذهنمون واسه این مهربانیم به این سرزمین میخوان به این از این سرزمین پرستاری کنیم نه اینکه ما بیایم بگیم که ایران اولین نمیدونم حکومت دنیا رو وجود داره بالاتر از همه است یعنی از شم شم شهر میده با این شرایط یه هندی هم همین رو هندوستان میتونه بگه ولی آلام یک آلم مطلب نهفته در اینجا هست و زندگی خود ارانی هم نشون میده ببینید ارانی میره برلند ارانی با یک سری استادهای مهم دنیا کار میکنه روبرو میشه ازش خیلی خوششون میاد میتونه تمام عمرش در برلند بمونه میاد در ایران حتی در ایران هم ایشون مدیر کل آموزش وزارت دفاع بوده ولی زندگیشون میذاره روی خدمت مراقبت از میهن حالا از نظر ایشون دنیا این کار میکنه و 36 و یا و و هفت سالگی در زندان میمیره ولی میگه من به خاطر این این کارو میکنم نه به خاطر غرور نه به خاطر یه چیز متافیزیکی به اسم هویت نه به خاطر خون چرا این مهمه این مهمه که ما امروز بحث هویت ایران و ایران دوستی و میهن دوستی خیلی مهمه ولی متاسفانه توسط افراد و گروه های گوناگون من یه گروه دورو هم نیستم این وسیله تخریب همه شده حقارت ایرانی هایی که مثل ما فکر نمی کنن. از نظر برخی که حتی حقارت تمام ایران بعد از اسلام شده هیچ کس هم ولی حاضر نیست بگه که این مملکتی که اینا فکر میکنن حالا بطن پرستن میهن دوستن هر اسمی که باز خودشون دارن ایران هستن دیگه کلمات زیادی اومده هیچ چیز خوبی به اینا داده و اگر داده ما چطور اینو یه ذره بهترش کنیم چگونه ازش مراقبت کنیم من حتی این آخرین نکته ای که میخوام بگم یه چیزی نوشتم یکی دو روز قبل از اینکه آقای پزشکیان انتخاب بشه یک سری از دوستان استاد طلب اومدن و یک اعلامیه دادن برای ایران و بعدا بحثشون این بود که باید رأی داد و من به این دوستان گفتم که اولا برای ایران <تص> آیا شامل برای ایرانی ها هم میشه یا نمیشه و اینا یه ذره شاید از شما شهر بدید میرسیدید که وطندوستی مراقبت از کشور در رأی دادن به یه جمهور نمیشه شما میتونید بگید که خیلی خوب رأی بدید رأی دادن کار خوبیه دموکراسی و مثلا از این حرفا ولی ما حاضریم واسه کوچکترین اطراف سیاسی که داریم کشورمون رو بفروشیم و فکرم نکنیم که چیزی که ما احتیاج داریم چیزی که ما میتونیم از آقای ارانی یاد بگیریم شما دقت کنید حالا به هر حال ارانی که آدم مارکسیست رادیکال و همه اینا هم بوده ولی این تعریفی که میده همه رو در بر میگیم هر کسی که تو ایران متولد شده میگه که بالاخره شما این سرزمین یه چیزایی به شما داده شما هم یه چیزایی به اینجا پس بدید ولی نمیگه که دیگه مثلا شما بایستی طرفدار مارکسیسم باشی یا مثلا من رادیکال فکر کنی یا هرچی مراقبت از وطن این از این نظر مهمه که من این چند روزه دارم بخ وقتی خو... که پیدا میشه سخنران سخنرانی نمایندای مجلس و این وزیرایی که میخوان وزیر بشن رو میشنوم اصلا ترسناکه اینو من نمیدونم اینو با کی دارن صحبت میکنن هم نقدشون هم تعریفشون به نظر میاد یه کلوب خیلی کوچیک یک آدمایی هست و یه چیزی هم وجود داره به اسم ایران و ایرانیا که اینا که اینو رو باید به قارت یه جوری ببرن و اینا دارن راجع اینا صحبت میکنن هیچ چیزی از دل هیچ کسی بیرون نمیاد هیچ کسی ببینید مراقبت یه کلمه دیگه واسه پرستاری دیگه یه م... کسی که مریضه میگه مراقبتش کن شما ممکنه خوبش نکن. مراقبت یه چیزی که هم از ذهن میاد هم از قلب میاد ما اینو امروز در سیاست امروزمون نداریم حکومت این جوانایی که اعتراض دارن میکنن کار خاصی هم که نکردن مسلسل هم که ندارن یا میکنشون یا میذارید به چشمشون البته اون طرفش هم هست یا کسی هم هستن که میگه هرکز رای میده مستقیما در هشدار مردم نقش اینجاست که من فکر کنم ما میتونیم از یک کسی مثل ارانی خیلی یاد بگیریم یعنی نه اونقدر ایران رو تبدیل کنیم به یه موجود اتمی که از که آدم رو بترسن همسایگان دیگران ترس پیدا کنن که این ایرانی ها میخوان به یه شکلی نصف این جهان رو نابود کنن که به افتخار خودشون برسن و نه اینقدر احساس حقارت بکنه که اه. گفت که یک نماینده مجلس بود این, این واقع دیروز اتفاق افتاد یه آدم گفت که من از اینکه این آقای عراقچی ایرانی هست شرم دارم از وطنم یعنی ایشون بخاطر یه چیز سیاسی تمام حالا یه کسی نماینده مجلس هم هست حالا بشه شکلم شده بذاریم به کنار یعنی ایشون یعنی این اینی که ما این زبان مشترکی رو احتیاج داریم من همیشه خیلی خیلی علاق من به مطالعه تاریخ اخیره تاریخ معاصر هند بودم شما هند که میرید اگه با آدم های معمولی ولی آدمایی که بالاخره یه ذره کتاب کنده می صحبت کنید سیاست هاشون هم خیلی ممکن موافق مخالف باشن ولی من همیشه احساس کردم با علا رغم تمام اختلافاتشون اینا دارن از میهنشون مراقبت میکنن این چیزی هست که ایرانی هم به ما میگه و امیدوارم ما ایرانی ها بیشتر و بیشتر به این زرافت برسیم که میهندوستی در آخر همینه یک دنیا ممنون